سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. جمشید چالنگی هستم در برنامه تفسیر خبر در ساعت پیش رو همراه شما عزیزان خواهم. نگاهی میاندازیم به مهمترین خبرها و رویدادهای ایران و آنچه را که در ارتباط با ایران و مردم ایران در منطقه و عرصه بین المللی مطرح است با میهمانان برنامه تفسیر خبر مورد بررسی قرار خواهیم داد. آنچه که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط با مذاکرات میان تهران و آمریکا گفته است. آیت الله خامنه‌ای میگوید که همچنان به آمریکا بی اعتماد است. در منطقه اوضاع عراق مورد توجه محافل سیاسی کشورهای عرب و دیگر محافلی است که اوضاع منطقه در اوضاع داخلی آنان نیز اوضاع عراق در اوضاع داخلی آنان نیز تأثیر گذار است. در عرصه اقتصادی ایران همچنان با بحران روبروست، بحرانی که دولت اسلامی تهران میکوشد ابعاد آن را به گفته کارشناسان از مردم ایران پنهان نگه دارد، اما ابعاد این بحران اقتصادی در زندگی روزمره مردم قابل لمس و درک است. با من و شما هستند در نیمه نخست برنامه آقای دکتر رضا تغیزاده، کارشناس اقتصاد و امور بین الملل. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای تغیزاده سلام به شما. سلام متقابل به شما و به بینندگان شما. آقای تغیزاده، در حالی که انتظار می رفت روند مذاکرات همچنان بین تهران آمریکا چه پنهان چه نیمه پنهان به نتیجه بیانجامه و همینطور مذاکرات اتمی، بار دیگه می بینیم آیت الله خامنه ای سخنانی رو گفته، حرفایی رو زده که مغایره با یک همچین امیدواری برخی محافل تهران هست. دشمنی با آمریکا رو برملا کرد مذاکرات. این حرف آقای خامنه ای است. چه دشمنی آمریکا با مردم ایران داره؟ انتظاری که جمهوری اسلامی داشت از اجرای توافق موقت و یا حداقل وعده هایی که دولت به اصولگرایان و به رهبر جمهوری اسلامی در مورد توافق موقت داده بود، شاید همه انتظارات ایشون رو برآورده نمی‌کنه. ایران همچنان اصرار داره تعهداتی رو که آمریکا در قبال واگذاری بخشی از برنامه اتمیش پذیرفته یک جا اجرا بکنه، حال اون که آمریکایی‌ها به علت بدقولی‌های ایران، به علت نداشتن اطمینان خاطر به اجرای تعهدات، میخوان اون چیزی که میخوان در مقابل ایران بهده بگیرن به عنوان تعهد گام به گام و متناسب با تعهداتی باشه که جمهوری اسلامی در طول 6 ماه آینده در مقابل جامعه جهانی پذیرفته. این مسئله در ارتباط با تحریم ها و آزاد کردن پول های بلوکه شده ای ایرانه و همینطور در مورد نحوه غنی‌سازی اورانیوم و نگه داشتن غلظت اون در حد 5% به علاوه محدود نگه داشتن تعداد سانتریفیوژها. آقای تغیزاده، این عدم ارتباط ایران و آمریکا و نوعی که ایران در انزوا به سر میبره، این چه پیامدهای اقتصادی بیشتری در شرایط کنونی برای ایران داره، به خصوص برای مردم ایران؟ وقتی ارتباط مستقیم سیاسی بین دو کشوری که با هم دارای مناسبات خصمانه هستند وجود نداره، این خصومت ها رسوندنش به تعادل دشوارتر خواهد بود، یا بایستی عوامل واسطه را استخدام کرد که تا 2 سال قبل آمریکایی‌ها از وجود روسا استفاده می‌کردن و همینطور عوامل دستبومی در اروپا، و بعد از اون این مناسبات حتی از سطح روسا هم به سطوح پایین‌تری نازل شد. ولی حالا آقای روحانی وعده مذاکرات مستقیم میده. این مذاکرات مستقیم با اروپایی‌ها آغاز شده، با آمریکایی‌ها هم امیدوار بود دولت که بتونه یک شکل منسجم بگیره و این از
ملاقات مستقیم آقای ظریف با جان کری شروع شد، بعد به مذاکرات تلفنی آقای روحانی و اوباما تسری پیدا کرد و همینطور ادامه داشته و احتمالاً فردا آقای عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی که برای حل موانع مذاکرات اتمی عازم ژنو شده ممکن است با وندی شرمن دیپلمات با تجربه آمریکا هم روبرو بشه. ولی اینها جایگزین مناسبات مستقیم از راه نمایندگی های سیاسی رسمی نمیشه. طبیعی است که جمهوری اسلامی تاوان رو میپردازه، مردم ایران همین تاوان رو تحمل میکنن. زیان های ناشی از تحریم هایی که آمریکایی ها و به کمک اونها اروپایی ها علیه ایران اعمال کردن روزانه 500 میلیون دلاره. روزانه 500 میلیون دلار زیان رو حتی کشورهای قدرتمند اقتصادی دنیا هم نمیتونن تحمل بکنن، چه برسد اقتصاد ضعیف شده ایران. به این علت که جمهوری اسلامی برای پیشگیری از فروپاشی اقدام کرده به دادن بخشی از امتیازاتی که شاید تا 3 ماه پیش 4 ماه پیش صحبت در اونها هم جزء خط قرمزهای رژیم بود. مثل چه امتیازاتی هایی؟ همین که اورانیوم غنی سازی شده رو در حد 20% وظیفه خودشون میدونستن، دستورالعمل مجلس میدونستن. همین که اورانیوم غنی سازی شده 20% رو میگفتن میتونیم با ظرفیت بالاتر به 60% هم برسونیم، در اندازه هایی که نیاز داریم سانتریفیوژ های مدل تازه رو به کار بگیریم و در عمل فاصله خودمون رو با دست پیدا کردن به ظرفیت تبدیل شدن به یک نیروی نظامی اتمی کاهش بدیم. اینها امتیازاتی است که در مرحله اول جمهوری اسلامی به آمریکایی ها دادند که در حقیقت خونسا کردن بخشی از ظرفیت اتمی ایرانه و در دراز مدت اگر که این توافق 6 ماهه به توافق 1 ساله انتقال پیدا بکنه، انتظار آمریکایی ها و جامعه جهانی این است که ایران از دست یافتن به این ظرفیت به طور کامل محروم بشه. امام جمعه رفسنجان گفته بود که به 60% باید میتونیم برسونیم برای کوری چشم آمریکا، به کوری چشم آمریکا. ولی ظاهرا نهایی تقصد از 20% یک مرتبه فقط میشه رفت به 90%، درسته؟ 60% نداریم. زمان لازم آقای چارلنگی برای غنی‌سازی نسبتش با نسبت غنی‌سازی یکی نیست، یک حالت جهشی داره. یعنی اگر از ظرفیت 3.5% تا 20% غلظت رو بخواد کشوری از طریق به کار گرفتن سانتریفیوژها دست پیدا بکنه، زمانش معادل زمانی است که از تبدیل غلظت 20% به 90% لازم داره. بنابراین 60% تنها نقطه گذره و مفهوم فنی خاصی نداره. ایران به این علت ظرفیت 60% رو مطرح میکنه که بگه ما به ظرفیت نظامی نمیخوایم دست پیدا بکنیم، نیازمون برای اورانیوم غنی سازی شده با این غلظت نیازهای فنی است. البته در توجیهش حرفای مسخره ای میزنن که قابل هضم برای هیچ آدم عاقلی نیست. یعنی میگن این سوخت 60% رو میخوایم برای زیر دریایی ها و کشتی های اقیانوس پیمایی به کار بگیریم که بعداً در ایران ساخته خواهد شد، از جمله کشتی نو احتمال. آقای تغییرزاده، ظاهرا به جای همزمان با غنی سازی اورانیوم، غنی سازی حساب های بانکی هم یکی از سیاست های جمهوری اسلامی هست. یعنی چطور میشه در یک کشوری که درآمدش مشخص هست و سیستم مدعی هست حکومت الله بر زمین، به این شکل به اصطلاح حیف و میل کرد؟ و بعد آیا آدمی مثل بابک زنجانی این به تنهایی هست یا با یکی دو تا دستیار هست که به چنین سرمایه‌ای دست پیدا میکنن یا چپاولی دست میزنن، یا چه رگه هایی در جمهوری اسلامی هست؟ آیا بیت رهبری مرتبط هست نیست؟ چی هست؟ مشکل اولی که بهش اشاره کردید یک مسئله کهنه شده در ایرانه که براش واقعا راه حلی به غیر از پاک کردن صورت مسئله وجود نداره و این غیر از ایران جاهای دیگه هم تجربه شده. هر دولتی بر سر کار مدتی بیشتر از حد معمول باقی بمونه از درون فاسد میشه، از بیرون عادت به خودگرایی پیدا میکنه، عادت به تمرکز پیدا میکنه و این تمرکز و درونگرایی و علاقه پیدا کردن به ادامه حکومت بدون تردید باعث فساد میشه. فساد سیاسی آغاز کاره و فساد مالی دنباله اونه.
ما میبینیم نه تنها در یک رژیمی مثل جمهوری اسلامی که زیر نظارت هیچ گروه واقعی نیست و همه اهرم‌هاش مثل عروسک‌های خیمه شب‌بازی در دست رهبر جمهوری اسلامی و عملاً در دست سپاه پاسداران هست، حتی کشورهایی که متکی به صندوق رأی هستند و انتخابی هستند هم اگر در دولت بیشتر از حد متعارف باقی بمونند از بلیه‌های فساد دور نیستن و نمونه آقای ترکیه است و آقای اردوغان. ما فساد در داخل کشورمون اونقدر عمق پیدا کرده به علت 34 سال حکومت بدون نظارت جمهوری اسلامی که حالا این فساد شکل مالیش ربریز میشه به کشور همسایه ترکیه، یک دولت انتخابی رو هم دامنش رو آلوده میکنه. بهبان اون چیزیست که ما به عنوان زائده های پدیده ی آقای بابک زنجانی در ترکیه شاهد هستیم و ارقام ارقام نجومی است، ارقامی است که معادل اون رو میشه به عنوان بودجه سالانه یک کشور دید و این متاسفانه دارایی های مردم ایران است که هر روز فقیرتر از پیش میشن و در نتیجه فساد ناشی از اعمال حکومت جمهوری اسلامی این وضعیت برای اونها ادامه پیدا کرده و ادامه پیدا میکنه تا زمانی که آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی در اریکه قدرتن. یعنی به قول خود میبخشید ادبیات امروزه، این تولید فساد یک امر نهادینه شده در جمهوری اسلامی؟ بدون تردید جمهوری اسلامی اموال مردم و دارایی های ملی رو بیت المال میدونه و بیت اموال خدا میدونه و خودشون رو به عنوان نمایندگان خدا در روی زمین، حتی اگر آقای خامنه ای بخواد هم اگر امروز اصلاح بشه فردا بگه مشتبه فرزند من در امور سیاسی دخالت نمی کنه، دولت من مبرا از هر نوع فساد اداری و مالی هست، باسم حتی او قادر به اصلاح این وضعیت نیست. من یادم هست آقای چارلنگی وقتی پیش از انقلاب وضعیت اداره دولت در ایران دچار اشکال شده بود و امور اداری با کندی پیش می رفت، دولت یکی از مفادیری که مورد توجه قرار داد انقلاب اداری بود که این امروز یک بخش کوچک از مجموعه فسادی است که در جمهوری اسلامی دامن گرفته. جمهوری اسلامی واقعا کار نمیکنه. شما از بخش صنعت بگیرید میبینید کارخونه ها تولیدات چینی رو با بسته‌بندی میارن میفروشن. کشاورزی 8 سال پیش میگیم از گندم بی‌نیاز شدیم برای واردات، حالا امروز 8 میلیون تن گندم وارد میکنیم. ارتباطات 34 سال پیش فرودگاه درست کردن هنوز تکمیل نشده، راه برای شمال میخواستن بکشن، 20 سال در طول 20 سال گذشته 200 کیلومتر راه درست رو بین تهران و شمال نکشیدن. وقتی خاکریزی میکنن بین دریاچه رضایی دیواری میکشن که محیط زیست رو یک شبه برمیگردونه و به خشکی این دریاچه میانجامه. ولی اون چه که فقط رشد نشون میده، رشد اعدام، رشد میزان ارقام فساد از 3000 میلیارد تبدیل میشه به 30000 میلیارد و 100 میلیارد دلار و غیره. اون چه که بالا میره رشد تعداد کسانی است که به مواد مخدر آلوده هستند، در زندان ها به سر میبرن. همه اون چیزهایی که منفی است در ایران رشد میکنه، ولی همه اون چیزهایی است که مثبت هستند عقب گرد داره. آقای تقی‌زاده اشاره به کشاورزی کردید، توجیه بسیاری از مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی این هستش که در واقع تولیدات به صرف ما نیست، وقتی چین هست مثل خیلی کشورهای دیگه، میگن شما به بازارهای آمریکا هم نگاه کنید سرشار از کالاهای چینی است، یا به بازارهای انگلستان یا جای دیگه، میگن به صرفه است که ما نیروی انسانیمون رو به جای دیگه به کار ببریم، شاید برای گفتن تکبیر یا هر چه دیگه راهپیمایی‌های دولتی، تا شاید من نمیدونم شاید هم برای صنعت یا یه چیز دیگه. این منطق، این دستاویز مسئول اقتصادی جمهوری اسلامی تا چند اندازه منطقی درست و از نظر اقتصادی حرف معقولی است؟ یک کشور میتونه اقتصاد سالم داشته باشه آقای چارلنگی و اقتصاد پویا اگر موازنه تجارت خارجیش مثبت باشه، یعنی بیشتر از اون چیزی که میخره بفروشه. در مورد آمریکا که شما مثال زدید، اقتصاد آمریکا اگرچه موازنه منفی داره ولی منابع طبیعی خودش رو نمیفروشه. در ایران این قضیه کاملا متفاوته. ایران ثروتی که از بابت فروشش منبع درست میکنه برای خرید کالاهای مورد نیازش، منابع تمام نشدنی نیستن. نفت و گازی است که همین حالا ما از نظر صادرات گاز نیاز به واردات داریم، یعنی وارد کننده خالص هستیم، و اگر صادرات نفت رو هم به همین شیوه کنونی ادامه بدیم در 3 یا حداکثر 4 سال آینده
ایران صادرات نفتی عملا نخواهد داشت و نیازمند به واردات خواهد بود. بنابراین اون پولی که باهاش باید از چین کالا بخریم از کجا در میاد؟ بایستی ما یک صنعت داشته باشیم برای صادرات، برای داشتن بازار در خارج برای فروش، یا کشاورزی داشته باشیم که بابت مبادله ارزش معادل اون بتونیم جنس‌های مورد مصرف رو از خارج وارد کنیم، در حالی که چنین چیزی وجود نداره. ما هم از نظر مواد غذایی هم از نظر کالاهای مصرفی نیاز به وارداتی هستیم که پول اون از راه صادرات نفت تأمین میشه، و صادرات نفتی که حالا ما عوارضش رو در نتیجه کاهش اون میبینیم. در طول سال 11 تا 12 قرن تازه 2011-2012 ایران 150 میلیارد دلار صادرات داشته، صادرات نفت خام. امسال صادرات نفت طبق آماری که همین امروز وزارت نفت منتشر کرده 34 میلیارد دلار بوده، که تازه دسترسی به این پول هم برای دولت امکان پذیر نیست. به این علت ما میبینیم نرخ بیکاری رو به اوج، نرخ تورم رو به اوج، و بازار به علت نبودن جریان واردات به شیوه سابق دچار بحران. آقای تغیزاده، یکی از موضوعات روز این سفر هیئت پارلمانی انگلیس هست به تهران، و آنچه که آقای جکسترو وزیر خارجه پیشین انگلستان در تهران گفته و محدودیت هایی که تهران قائل شده، ولایت فقیه برای این هیئت که دیدار نکنن، چون در هیئت پیشین پارلمانی اروپا، برای بینندگان من میگم، با آقای جعفر پناهی و خانم نسرین ستوده ملاقات کرده بودن. خب خیلی برآشفته شد حکومت ایران. این سفر رو چطور ارزیابی میکنه؟ در راه بهبود روابط دو کشور، در راه توسعه روابط پنهانی، اونطور که بسیاری میگن پنهانی لندن و تهران هست، گشایشی در چه زمینی است؟ میدونید آقای جکسترو رئیس گروه پارلمانی دوستی ایران و بریتانیا است. این ادوانی است که به هر حال داوطلب گرفتن شد و تا سال آینده هم که از نمایندگی مجلس کنار میره اون رو داره. نیت ایشون وقتی که آقای روحانی به عنوان رئیس دولت انتخاب شد این بود که با رفتن به تهران هم تجدید دیدار بکنه از دوست قدیمی، یا با کسی که در مورد برنامه اتمی در سال 2003 به توافق رسیده بود، و همینطور فراهم کردن زمینه‌ای برای تسهیل عادی سازی مناسبات ایران با بریتانیا. ولی آقای جکسترو یکی از نقایص کارش این است که حزب منصوب به او در قدرت نیست و خود او هم شغل رسمی نداره به غیر از نمایندگی مجلس. عنوانش وزیر خارجه پیشین بریتانیا است. بنابراین وزارت خارجه دولت محافظه‌کار که سیاست خارجیش در ارتباط با ایران کمتر سازشکاران است تا دولت کارگری، گوش زیادی برای شنیدن توصیه های آقای جکسترو نداره. به این علت همراه آقای جکسترو اگر یک نماینده دیگه حزب کارگر هست، دو نماینده ارشد حزب محافظه‌کار به خصوص آقای نورمن لوموند هم او رو همراهی میکنه. توصیه هایی که آقای جکسترو به دولت بریتانیا خواهد کرد هم در جهت توصیه هایی نیست که وزارت خارجه خیلی آماده پذیرفتن اونها باشه. ضمن اینکه از سپتامبر گذشته که آقای ظریف در نیویورک با وزیر خارجه بریتانیا آقای ویلیام هیگ ملاقات کرد و پیشنهاد کرد اقداماتی صورت بگیره برای عادی سازی مناسبات، این روند ادامه پیدا کرده. 8 اکتبر گذشته آقای ویلیام هیگ اعلام کرد که ایران و بریتانیا مبادله میکنن دو کاردار غیر مقیم رو، و این کاردار غیر مقیم در ماه دسامبر از ایران بازدید کرد. یک آقای هندیور اصلی هست با آقای اسم آقای اجی شرمان، اگر شرما اگر که قبلا هم سابقه حضور در تهران رو داشته. بنابراین عادی سازی مناسبات با بریتانیا که عادی سازی گام به گام هست در مسیر طبیعیش قرار داره. بنابراین رفتن آقای جکسترو به نوعی یک اقدام نوستالژیک که یاد کرده گذشته، به نوعی آواز قوست در آخرین سال حضور او در سیاست بریتانیا، نوعی هم تجدید دیدار با دوستان. ولی به هر حال از این فرصت بریتانیا با آقای جکسترو و این هیئت استفاده خواهند کرد برای یک کار تبلیغاتی ساده، معرفی دولت روحانی به عنوان یک دولت معتدل و دولتی که میشه با اون گفتگو کرد. البته گروه های مخالف عادی سازی مناسبات ایران با غرب از این فرصت استفاده کردن برای ضعیفتر کردن دولت، توهین کردن به گروه اعزامی، ممنوعیت درست کردن او برای دیدار با رئیس مجلس که ناگزیر آقای روحانی خودش رو مکلف دید که از این دیدار شخصی با دوست قدیمی خودداری بکنه، و حتی از رفتن به شهرستان‌های دیگه نظیر اصفهان هم
این گروه رو محروم کردن. بنابراین ظرفیت این ماموریت هم به حداقل ممکن کاهش پیدا کرد. سپاسگزار هستیم آقای دکتر رضا تقی‌زاده، با سپاس بسیار از شما. روز به شما خوش. سخنان دکتر تقی‌زاده رو درباره هیئت انگلیسی در تهران شنید. در برنامه‌های آینده بیشتر در این زمینه گفتگو خواهیم کرد. پیامدهای این دیدارها، هیئت‌های اروپایی از ایران و آیا اروپا، اتحادیه اروپا توجه بیشتری به نقض حقوق بشر در ایران و مانع شدن از ادامه نقض حقوق بشر در ایران خواهد کرد یا خیر؟ یک نکته رو در خبرهای امروز من دیدم، آقای حداد عادل که ایشون به هر حال الان ظاهرا رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. آقای حداد عادل همراه با آیت الله مطهری عضو انجمن سلطنتی فلسفه بودند در پیش از انقلاب که ریاستش رو همین آقای حسین نصر بر عهده داشت. به هر حال ایشون حرفی زدن خیلی جالب درباره حمایت از زبان فارسی. منظور من توجه به این نکته هستش که تا کجا در پس اندیشه حتی مسئولان جمهوری اسلامی جایی نداره. ببینید راجب حمایت زبان فارسی، زبان فارسی یک سرمایه بزرگی برای ملت ماست. اگر این هست خب این همه کلمات حجمه و اینها که بعد از انقلاب وارد شد چی هست آقای حداد داده و گفته خلاصه باید این زبان کلمات خارجی رو حذف کرد و فلان اینا. نکته رو که من میخواستم بهش توجه بدم این هستش که میگه آها، زبان فارسی یک محصولی است که ساخته اندیشه پدران ما در طول چندین هزار سال است. زبان خصلت اولیه، صفت اولیهش اینه که زبان مادری میگن، نه ساخته اندیشه پدران. تا شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. جمشید شالنگی هستم از واشنگتن، با شما عزیزان خواهم بود. در نیمه دوم برنامه آقای محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین ایران و عضو کمپین سفارت سبز از نروژ با من و شما هستند. سلام به شما آقای حیدری. منم خدمت شما و بینندگانتون سلام دارم، در خدمتتون هستم. آقای حیدری، جک استرو هیئت پارلمانی انگلیس در تهران، پیش از اون هیئت پارلمانی اروپا، مذاکرات پنهان بین ایران و آمریکا در عمان و جاهای دیگه و مذاکرات آقای حیدری عزیز، هیئت پارلمانی انگلستان در تهران، پیش از اون هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا، مذاکرات پنهان بین تهران و واشنگتن در عمان و جاهای دیگه، اینها رو در مجموع وقتی کنار هم قرار میدید چه نتیجه میگیرید؟ آیا تغییرات واقعا چشمگیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی پدید اومده یا در حال پدید اومدن ناشی از چی هست اگر تغییری هست؟ من فکر میکنم که تغییراتی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران انجام شده به نوعی کشورهای غربی رو به اون سمت و سو برده که میتونن با این دولت جدید و با این تیمی که الان در حال حاضر سکان اجرایی جمهوری اسلامی رو در دست دارن میتونن صحبت کنن و میتونن روی برخی از مسائل که منافع مشترک هر دو طرف هست مباحثی رو به جلو ببرن. اما نکته مهم این قضیه اینه که خود آقای خامنه‌ای و تیمی که به نوعی در بیت رهبری ایشون مستقر کرده از این مذاکرات و از این گونه صحبت‌ها
همکنون هم توی صحبت اخیری که امروز هم ایشون داشتن کردن زیاد خوشنود نیستن و عملا به غرب با دیده اعتماد نگاه نمی کنن. فقط به خاطر مشکلاتی که ایران در حال حاضر داره امیدوار هستن که این مذاکرات به نوعی جلو بره، وگرنه در همین صحبت های امروز آقای خامنه ای هم ما مشاهده کردیم ایشون نسبت به قضیه حقوق بشر و تکرار اون از سوی غربیا و محکوم کردن ایران، ایشان از این نکته اصلا راضی نیست و میدونه که اگر مذاکرات هسته‌ای تمام بشه به نوعی شاید کشورهای غربی تمایل داشته باشن مسائل دیگر رو پیش بکشن و جمهوری اسلامی عملا در نقطه ضعف قرار گیرد. آقای داری من اشاره کردید که کشورهای غربی متوجه شدن یا فکر میکنن یا هرچه که میشه با این دولت جدید وارد مذاکره شد، اما مسئله یک سوی دیگه هم داره، اینی که حکومت ایران تا به حال حاضر به مذاکره نبود. پیش از این خب میدیدیم حتی در زمان جورج بوش در واشنگتن گفتن ما دست دوستی به سوی تهران دراز میکنیم و پیشتر از اون. اینی که حکومت ایران، حکومت ولایت فقیه، حاضر شده پای میز مذاکرات بنشینه در زمینه‌های مختلف، خیلی معتقدن ناشی از اثر تحریم‌ها هست. آقای خامنه ای امروز گفته خیر ما ناچار نبودیم بشینیم روی میز مذاکرات یا پشت میز مذاکرات، بلکه ما میخواستیم این مذاکرات انجام بدیم تا مردم بفهمن و برای بالا بردن سطح فرهنگ مردم هست. اشاره به این شکل داشتیم و مردم ببینن که واقعا آمریکا قابل اعتماد نیست. این حرف تا چند روز منطقی، یعنی 20-30 سال بیان آدم بگن مرگ بر آمریکا یا مرگ بر این و اون، بعد یک مرتبه بیان بگن این همه لطمه بخوره به کشور و مردم و هر چه که هست، و بعد بیان بگن حالا برای تجربه ببینیم چی میشه. من فکر میکنم که این به خاطر اینه که مشکلاتی که جمهوری اسلامی در حال حاضر با اون مواجه است، حالا آقای خامنه‌ای خب قاعدتاً متولی این نظامه و باید این گونه صحبت کنه، اما آنچه که کارشناسان و تحلیلگران منطقه و جهان برش واقفن اینه که وضعیت اقتصادی ایران به حالت انفجار نزدیک شده بوده. حتی گزارشاتی که از نهادهای امنیتی به خود آقای خامنه‌ای ارائه شده حاکی از اونه که مردم ایران چنانچه همین شرایط رو به پیش بخوام برن نمیتونن دووم بیارن و بیم شورش‌های بخش گرسنگان جامعه هست و می‌بینیم که الان در خود کشور مشکلات عدیده‌ای تو مسائل اجتماعی از نظر اعتیاد، فحشا و بیکاری و فقر موج میزنه. اینه که آقای خامنه‌ای شاید بیاد این صحبت‌ها رو بکنه برای اون بخشی که به نوعی دارن از کیسه بیت آقای خامنه‌ای تغذیه میشن و در واقع میتونه اونها رو برای خودش داشته باشه، اما عامه مردم میدونن که امروز جمهوری اسلامی در یه شرایطی قرار گرفته که مصلحت نظام حکم میکنه که بیاد پای میز مذاکره بشینه و بتونه از این مذاکرات برای بقای خودش امتیاز بگیره و مسیری رو که در واقع برای خودش تعیین کرده ادامه بده و فکر میکنه میتونه از یک سری بحران‌های بین‌المللی به خصوص سوریه یا عراق و افغانستان هم در این بین امتیازاتی بگیره و مشکلاتش رو بتونه برای چند سباهی در واقع حل بکنه. آقای حیدری عزیز، ببینید آقای بابک زنجانی، موضوع بابک زنجانی و حیف و میل این میلیاردها دلار ده ها میلیارد دلار پول مردم ایران، خب یکی از موضوعات روز در منطقه و روزنامه های اقتصادی بین المللی مثل فاینانشل تایمز، وال استریت جورنال و بقیه است. مطالب گزارش ها خبرهای زیاد دارد. یک پرسش این هستش که یه همچین فعل و انفعالاتی، نقل و انتقال پولهای کلانی مثل اون چی که بابک زنجانی و بقیه انجام دادن، تا چند اندازه بهره میگیرن چون این باندهایی از مساعدتها و کمکهای نمایندگیهای دیپلماتیک ایران، یعنی سفارتخونهای جمهوری اسلامی در خارج؟ خب این تیف هایی که الان شما نمونه هاشو میبینین که افشا شده یا این تیم هایی که الان در واقع مثل آقای بابک زنجانی به نوعی اسمش بر سر زبان ها افتاده، بعد از اومدن دولت آقای هاشمی و در واقع دولت سازندگی بود که یک سری امتیازاتی رو به نهادهای امنیتی دادن و اونا رو وارد بازار اقتصاد کردن و در کشورهای خارجی هم طبق اون مدارکی که در وزارت خارجه است و در داخل سفارتخونه ایران هم موجود هست به اینها بها داده شد و
این افراد افرادی بودند که از سوی نهادهای امنیتی شناخته شده بودند یا سابقه ای داشتند که در سپاه بودند یا در نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردند که اونها رو با در واقع بودجه هایی که در اختیارشون قرار دادن و راند هایی که ایجاد کردن در خارج از کشور مستقر کردن و شرکت هایی رو درست کردن که جمهوری اسلامی بتونه در مواقع لزوم از اون شرکت ها برای تامین یک سری مسائل استفاده کنه، حالا تهیه اون ادوات نظامی یا تهیه یک سری مسائلی که لازم داشتن، که الان خب میبینیم که کشورهای غربی و به خصوص آمریکا خیلی از این شرکت ها رو شناسایی کرده و تحریم کرده و نمونهش هم همین شرکت هایی بوده که وابسته به آقای بابک زنجانی بوده که الان قضیهش فاش شده، حتی در ترکیه میبینیم که باعث شده که یک بحرانی رو حتی برای دولت ترکیه هم ایجاد کنه. بله، یعنی میشه گفتش که همونطور که سفارتخونه های جمهوری اسلامی مثلا در اتریش در قطعه سیاسی دخالت داشت، در آلمان و در فرانسه مثلا در قطعه دکتر شاپور بختیار، دکتر شرفکندی و کسانی در آلمان، خلبان محمدی و فریدون فرخزاد و بقیه، و در سوئیس و جاهای دیگه آقای کاظم رجوی و کسان دیگه، رهبران حزب دموکرات کردستان و اعضای سازمان ها و گروه های ملی چپ دخالت داشتند. دکتر قاسملو رو به قتل رسوندن و با نقش سفارت های جمهوری اسلامی در نقل و انتقال پول های غیر قانونی، این عنوان ادیبانه است، در چپا بود. غارت سفره مردم ایران هم نقش موثری دارن وزارت خارجه، چه در دوران رفسنجانی و چه بعد از اون، نیست؟ خب قاعدتا از این ظرفیتی که در داخل سفارتخونه ها بوده در بخش های سیاسیش امنیتیش جمهوری اسلامی حد اکثر استفاده رو برده، به خصوص از فضای دموکراتیکی که در کشورهای غربی حاکم بوده تونسته این بهره رو ببره و نقاطی که لازم بوده برای تأسیس شرکت ها یا در واقع سرمایه گذاری در اون کشورها استفاده کرده و این موارد رو منتقل کرده و در داخل کشور و قاعدتا نهادهای تصمیم گیرنده امنیتی از اون اطلاعات استفاده کردن و افرادی رو با بودجه های خاص وارد اون کشورها کردن و این شرکت ها به نوعی کارهای نقل و انتقال پول ها، دور زدن تحریم ها رو با حمایت هایی که از سوی سفارتخونه های ایران به صورت علنی یا غیر علنی انجام شده در واقع حمایت کردن. آقای حیدری، به نظر میرسه که نقش حکومت ایران در اوضاع داخلی در کشورهایی مثل سوریه، عراق، لبنان برخلاف دهه گذشته یا سالهای اخیر حتی رو به کاهش هست، با اقدامات و اوضاع جاری که اوضاعی که به هر حال نیروهای دیگری در نزدیکی قدرت هستن یا قدرت رو در دست گرفتن در برخی از کشورها. من فکر نمی کنم اینطور باشه، چون الان با شرایطی که در واقع در منطقه به وجود اومده ما میبینیم که جمهوری اسلامی داره نقش خودش رو پررنگتر میکنه، حتی در قضیه عراق، در همین اتفاقات اخیر عراق در فلوجه یا در داخل سوریه و حتی در افغانستان، و به نوعی پیامهایی رو هم به دول غربی داره میفرسته و خود آمریکایی هم در مذاکرات مخفیانه ای که با جمهوری اسلامی داشتن روی این موارد در واقع تاکید کردن و خواست از این قضیه که جمهوری اسلامی به نوعی روی گروههایی در داخل این کشورها مثل لبنان، سوریه، بحرین، عراق و حتی یمن و افغانستان میتونه نقش آفرینی کنه، روی اونها حسابی باز کردن تا بتونن از اون ظرفیت ها استفاده کنن و جمهوری اسلامی الان به خوبی این قضیه رو بهش پی برده و ما میبینیم که خیلی راحت با دولت به دولت مالکی پیشنهاد همکاری میده، از اسد علنی حمایت میکنه، از نیروهای در واقع طالبان در افغانستان به نوعی داره حمایت میکنه. اینا کارهایی که جمهوری اسلامی خیلی علنی داره انجام میده و این نشون دهنده اینه که کشورهای مثل آمریکا یا حتی انگلیس از این قضایی ها پی بردن، ولی عملا حالا یا میخوان با جمهوری اسلامی همکاری کنن یا اجازه دادن فعلا جمهوری اسلامی یک چنین عملیات هایی رو انجام بده. خب این اعمال چنین نقشی چقدر همسو هست با منافع ملی مردم اون کشورها مثل عراق، سوریه و همینطور با منافع ملی مردم ایران؟
خب قاعدتا برای منافع ملی اون کشورها به نظرم چیز خاصی نخواهد داشت، جز اینکه بحران رو در اون کشورها پررنگتر میکنه، باعث ایجاد انفجارها، و میبینیم که الان نه در عراق امنیت خاصی وجود داره، یا نه در سوریه، نه حتی افغانستان و لبنان، و اینها نتیجه اون بحرانهایی که جمهوری اسلامی صادر کرده به خارج، به خاطر اینکه بتونه از این بحرانها برای خودش امتیاز بگیره. برای منافع ملی مردم ایران هم تا کنون هیچ منفعتی نداشته، جز اینکه میتونه در آینده همین بحران سازی های جمهوری اسلامی دامنگیر مردم خود ایران بشه و دامنه این مداخله جویی ها در سایر کشورها به داخل ایران هم کشیده بشه و باعث بشه که در داخل کشور هم این مسائل رو ما خواهیم داشت و جون مردم ایران رو هم به خطر بندازه. آقای حیدری، من نمیدونم شما در اون موقع چند ساله بودید یا به دنیا آمده بودید یا نه، چون ماشاءالله جوان هستید. در ایامی اینچنین، در سال 1357، زمانی که ایران دچار هیجان انقلاب شده بود، یکی از شعارهایی که داده میشد استقلال بود، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. اینو من چند بار گفتم که استقلال به مفهومی که در اون روزها به کار برده میشد، مفهومی در واقع بیشتر آفریقایی بود، از اونجاها می اومد، از که زمینهای انقلابی می اومد. استقلال مفهومش در اون زمان یعنی رهایی از استعمار بود، بنابراین ایران مستعمره جایی نبود، اگه روابط بسیار دوستانه با غرب داشت، به ویژه آمریکا. آزادی هم مفهوم بسیار روشنی برای شعار دهندگان نداشت، کمان که بلافاصله بعد از انقلاب بسیاری رو به زندان انداختن و اعدام کردن چند ماه بعد از اون. جمهوری اسلامی هم که کاملا روشن نبود، یک ابهام بود که چی هست برای عموم. آقای حیدری، از شما اینو میپرسم، آقای 35 سال بعد از اون ایام، استقلال در معنای دیگرش، عدم وابستگی سیاسی، اقتصادی و هر چی که هست، فرهنگی، همه اینا، ایران در کجاست الان؟ ایران از چه اعتباری در عرصه منطقه بین المللی برخوردار است؟ خب جواب سوال شما رو خب قاعدتا واضحه. شرایط امروز ایران و مسائل نقض حقوق بشر و وابستگی ایران به قدرت‌های بزرگ کاملا مشخصه و مبید اینه که جمهوری اسلامی پرونده خوبی نداشته. در ایامی هم که شما گفتین در انقلابی در ایران رخ داد، من 11 سالم بود و وارد 12 سالگیش می‌شدم که این مسائل رو داشتیم می‌دیدیم. امروز که جوان‌تر از اون نشو می‌دید، خدا رو شکر. بله بفهمید. امروز که به پشت سرمون نگاه میکنیم، من میتونم یه نقل قولی فقط از آقای تاج‌زاده بکنم که عنوان میکرد که ما در زمان شاه، اگر شاید توی آزادی های سیاسی مشکل داشتیم، توی بقیه موارد آزادی داشتیم، و الان اون آزادی سیاسی هم که در واقع از قبل نبوده، الان اون آزادی دیگر هم نداریم. یعنی جمهوری اسلامی اومد باعث شد تمام اون مواردی هم که مردم ایران داشتن از بین بره. ما با پاسپورت در واقع ایران میتونستیم به خیلی از کشورها بدون ویزا سفر کنیم. ایرانی ها در همه دنیا اعتبار داشتن، پولشون جایگاه خودش رو داشت، و به عنوان یک کشور صلح دوست با داشتن یک عقبه بزرگ که در واقع فرهنگ مردم ایران رو نشون میداد شناسایی میشدیم. اما الان با توجه به اون مسائلی که از ایران مطرح شده، به عنوان یک کشور حامی تروریسم، موارد نقض حقوق بشر، و از طرف وابستگی به قدرت‌های بزرگ مثل چین، روسیه، که باید طبق اون در واقع خاطراتی که خود من دارم، که برای اینکه بتونیم رأی مثبت مثلا روسیه رو ما داشته باشیم تو شورای امنیت، یا رأی مثبت چین رو داشته باشیم، اینها مواردیه که باعث شده ما رو وابسته کنه به اینها و برخی از کشورهای دیگه. و جمهوری اسلامی به نوعی پروندهش مملو از مواردی هستش که باعث شده که فرهنگ و پیشینه سیاسی اقتصادی ملت ایران رو به نوعی به سوی تباهی ببره، و چیز قابل دفاع کردنی من فکر نمی‌کنم داشته باشه. با اینکه من خودم در این جمهوری اسلامی خب به عنوان سرباز وظیفه در جبهه جنگ شرکت کردم، برای دفاع از کشورم جزو مجروحین این در واقع حادثه بودم، و بعدم اومدم تو وزارت خارجه، فکر میکردیم داریم به این ملتمون خدمت میکنیم، ولی هرچی جلوتر رفتیم دیدیم ما داریم بیشتر کشور رو به سمت نابودی و در واقع به سمت ویرانی هدایت میکنیم. چیزی که الان شما شاهدش هستین، برای یک مسئله پروژه اتمی ما باید بیایم این همه هزینه بدیم و مردممون رو به این فلاکت و فقر بکشون. و ادامه همچین سیاستی میتونه به کجا بیانجامه؟ با توجه به اینکه نفت به عنوان منبع درآمد اصلی ایران به مرور اعتبار خودش از دست میده از یک طرف، از طرف دیگه
عنوان منبع انرژی در سطح بین المللی و دو کاهش صادرات نفت. با یه همچین وضعیتی ایران داره به کجا میره اگر ادامه پیدا کنه به همین شکل؟ اگر با همین شرایطی که در واقع آقای احمدی نژاد داشت پیش میرفت، من فکر میکنم که در واقع جمهوری اسلامی روزهای آخر خودش و دوران آخر خودش رو داره تجربه میکنه. ولی حالا تیمی که اومده، آقای روحانی و به کمک آقای هاشمی رفسنجانی و برخی از افرادی که به نوعی به این نظام اعتقاد دارن و فکر میکنن میتونن جمهوری اسلامی رو نجات بدن، وارد صحنه شدن و میخوان اون جریانی رو که داشت در واقع ماهیت واقعی جمهوری اسلامی رو نشون مردم میداد و دنیا داشت نگاه میکرد که واقعا چهره جمهوری اسلامی چیه، این افراد اومدن به نوعی الان مانع شدن و حرکت رو به زوال جمهوری اسلامی رو به نوعی جلوشو دارن میگیرن. و من فکر نمیکنم که اونها بتونن در مقابل بیت آقای خامنه ای و گروه های تندرویی که سپاه قدس و سپاه رو داره به نوعی حرکت میده بتونن زیاد اقدامات موثری انجام بدن و در نهایت این تیم آقای خامنه ای و این بیت رهبری کشور رو به فرطه نابودی و حتی شاید به جنگ های داخلی به خاطر فشارهایی که روی اقوام مختلف، چه عرب ها، چه کرد ها، چه ترکمن ها، چه بلوچ ها داره وارد میکنه، قاعدتا باعث میشه که کشور به اون فرطه سوق داده بشه. یعنی از حرف شما میشه اینو نتیجه گرفت و برداشت کرد که بنابراین این نظام ولایت فقیه با آمدن و رفتن رفسنجانی و خاتمی و روحانی و غیر روحانی و هر که هست اصلاح پذیر نیست؟ این حکومت اگر قرار بود اصلاح بشه زودتر از اینا باید اصلاح میشد. فقط این افراد میان باعث میشن که عمر در واقع این رژیم رو به نوعی افزایش بدن و بتونه این تیمی که الان حاکم شده بر ایران و قدرت مطلقه دستش هست برای مدت زمانی بیشتری به فساد خودش ادامه بده و قاعدتا ضررش و عواقبش منجر میشه که کشور به فرطه نابودی کشیده بشه. شما میبینین الان میزان اعدام ها با توجه به اینکه آقای روحانی اومده تغییری نکرده، وضعیت نقض حقوق بشر تغییر نکرده، آلودگی هوا و مشکلات محیط زیست ایران افزایش پیدا کرده. اینا نکاتیه که با این حکومت و با این تیم ها هم قابل حل نیست و احتیاج به این میباشه که ساختار این حکومت تغییر کن. یعنی اگر مردم ایران انقلابیون در همون سال 57 به حرفی که شاپور بختیار زد جدایی دین از حکومت به اون راه میرفتن، امروز چون این جایی نبودن و جایی والا میتونستن باشن با توجه به امکانات ایران. این رو میشه برداشت کرد؟ دقیقا من خودم و برخی از دوستانم که در جلسات متعدد صحبت میکنیم همواره افسوس اون نقطه رو میخوریم که ای کاش روشنفکران آن زمان ایران یک مقدار گوش و چشمشون رو بیشتر باز میکردن و به صحبت‌های شادروان بختیار گوش میدادن و متوجه میشدن که دیکتاتوری نعلین به مراتب بدتر از دیکتاتوری چکمه است. سپاسگزار هستیم آقای محمد رضا حیدری گرامی. ادامه میدیم تفسیر خبر رو با بازتاب دوباره آنچه که دکتر شاپور بختیار در انقلاب 57 گفت و ناشنیده ماند. اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن، خب میبرن دیگه، ولی من میایستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه که هر کس در مملکت هر چه خواست بگه، این دموکراسی است. ولی وقتی که هر چی خواست بکنه، این دیگه آنارشیسم هم نیست، هیچ مملکتی قبول نخواهد کرد. شنیدید آنچه را که دکتر شاپور بختیار نخست وزیر وقت، آخرین نخست وزیر در پیش از انقلاب در نظام پادشاهی ایران هشدار داد و در هیاهوی انقلاب ناشنیده ماند و یا نشنیده گرفته شد از سوی بسیاری حتی همراهانه او در پیش از انقلاب. پی میگیریم تفسیر خبر رو با من و شما هستند آقای فرد صابری، تحلیلگر سیاسی در استکهلم سوئد. سلام. سلام جناب زرنگیر، خدمت شما، همکارانتون و تمام افرادی که ما رو میبینن یا میشنون در هر جای دنیا که هستن. آقای صابری، در زمینه‌های مختلف موضوعات روز گفتگو داشتیم با میهمانان پیشین در تفسیر خبر، رسیدیم به این نکته که اگر آنچه که دکتر بختیار هشدار داده بود شنیده گرفته میشد، این رو آقای محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین ایران تایید کردن، ایران امروز به این نقطه‌ای که رسیده نمی بود و در جایی والا و شایسته ایرانی.
این نظر تا چند اندازه درست هست و تا چند اندازه واقع بینانه؟ کاملا من موافقم با این نظر جناب چالنگی. من فکر میکنم که دکتر شاپور بختیار دولت 36 روزه ملی که در ایران بودن به ایران هیچ راهی نداره، به هیچ راهی به جز این نداره تا یک دولت ملی مثل دکتر شاپور بختیار. شما میبینید صحبتهایی که دکتر شاپور بختیار در 34 سال پیش در اون 36 روز کرد، تمام حرفاش درست بوده. به امروز هم تمام اون حرفایی که زده شما میبینید که داره به سر کشور ما میاد. هیچ راهی نیست جز یک دولت ملی در داخل ایران، و اگر دولت شاپور بختیار سرکار میموند رسیم این تو این 34 سال کشور ما به این فلاکت دچار نمیشد، بلکه ما یک کشوری بودیم در سطح کشورهای دیگر دنیا رقابت لااقل با کره جنوبی و ژاپن در اون سطح می بودیم به جلو می رفتیم. وقتی شما میگید دولت ملی یعنی دولت ملی به چه معنی؟ ببینید جناب چالنگی، زمانی که دکتر شاپور بختیار که سرکار اومد در اون مدت کوتاه، بلافاصله تو همین کوتاهی وقتی که داشتن ایشون دولت ملی نشون دادن در پراکتیک، یعنی آزادی مطبوعات، آزادی احزاب سیاسی بدون داشتن زندانی سیاسی و آزاد بود تمام مردم صحبتهای خودشون رو بکنن. یک چیزی که دکتر شاپور بختیار در اون مدت کوتاه به وضوح نشون داد که آزادی مطبوعات بود، که مردم آزادانه بتونن نظر خودشون رو بگن. بدون آزادی مطبوعات و آزادی سیاسی کشور با آزادی دست پیدا نمی کنه. بلکه ایشون در مورد مسئله اقتصادی صحبت کردن، رقابت آزاد و رقابتی که میتونه بازار اونو تشخیص بده و بازار اونو بتونه به جلو ببره. یک دولت ملی واقعی اون چیزی بود که دولت شاپور بختیار در اون مدت کوتاه شرط دادن. به شما میبینید بعد از اونم تمام تفسیرگران و تمام کسایی که واقعا در مورد مسئله ملی صحبت کردن تو همین چارچوب صحبت میکنن. تو همین کشورهایی که من شما زندگی میکنیم میبینیم که دولت های اینا اساس و پایه رو بر اساس مسئله ملی میذارن، چارچوب تمامیت ارضی کشور و چارچوب مسئله اقتصادی و سیاسی کشور. خب در یک دولت ملی مثلا در ایران آیا اقوام میتونن حضور داشته باشن؟ وزرای کرد داشته باشیم، وزرای ترکمن داشته باشیم، وزرای عرض کنم عرب ایرانی داشته باشیم و وزرای از اقوام دیگه، هرچند که مثلا اینا ملاک نمیتونه باشه، چون همین الان حکومت ایران میتونه بگه آقا رئیس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از عربهای خوزستان، عربهای ایران یا ایرانیان عرب تبار هست. وزیر آذری بسیار در دولت ها داریم و حتی خود رهبر جمهوری اسلامی الان آذری است، ولی یک دولت ملی آیا قید و بندی داره در این زمینه ها؟ مشخصا همجوره آقای چالنگی. چجوره یعنی منظورم داره قید و بندی نداره؟ نه آقای چالنگی، اینی که به صورت مصنوعی شما یک چیزی بیاریم به نام کرد و بلوچ بیاریم بذاریم تو مجلس و اون چیزی که شما دیکته میکنیم بهش و بگیم که این که دولت ملی نمیشه، اون چیزی رو که دکتر شاپور بختیار در گفتار خودشون و اعمال خودشون در اون مدت کوتاهی که در سر کار بودن نشان دادن، که اولین چیزی رو که ایشون عنوان کردن اون مسئله ایالتی ولایتی بود، یعنی هر قوم و هر منطقه‌ای استاندار، فرماندار و شهردار خودشون رو ارائه می کنن و نماینده های واقعی مردم اون منطقه باید در مجلس باشن، نه اون چیزی رو که جمهوری اسلامی به صورت تات میاره اونجا و اینا رو میذاره میگه این مثلا فرض بکنیم کرده. آره امکان داره یکی کردی صحبت بکنه، یکی بلوچی صحبت بکنه، شما اینو بیارین بذارین در مجلس، ولی آیا واقعیت امر همینه؟ آیا مردم اون منطقه
اون نماینده رو قبول دارن؟ نه، مسلماً اینجوری نیست. واقعیت امر اینه که شما وقتی صحبت از یک دولت ملی میکنی، کسی که واقعا مردم اون منطقه اون انتخاب کرده باشن و در یک انتخابات آزاد و به عنوان یک نماینده واقعی اون منطقه باشه در پارلمان اون کشور. خب ببینید، این حرف شما اشاره کردید که ایران میتونست کره جنوبی باشه، ژاپن دوم باشه، این حرفی است که پادشاه فقید ایران هم زد، یعنی به عنوان یک آرزو هدف راجبش صحبت کرد، گفت ما خواهان این هستیم که در منطقه ژاپن دوم بشیم. این حرف زمانی زده شد که در منطقه ژاپن دومی هم وجود نداشت، یعنی کره جنوبی چون این جایی که امروز هست نبود و تا کارگران کره جنوبی در ایران کار میکردن، فیلیپینی ها، مالزی، اندونزی، سنگاپور به این جایی که امروز هستن نرسیده بودن، که ببینیم تایلند هم داره آرام آرام میاد. اگر به این راهی که ما رفتیم، اگر به حرف شاپور و بختیار گوش داده میشد، عمل میشد، دست کم رهبران سیاسی و فرهنگی جامعه، نویسندگان تا رهبران حزبی، آیا هماهنگ بود با اون آرزو؟ ما میتونستیم امروز روز چنین نباشیم؟ جناب شاهنگی، ببینید اون چیزی رو که دکتر شاپور و بختیار بارها و بارها روش پافشاری میکرده شما دیدین، حتی آقای خمینی قبل از اینکه به ایران بیان، آقای شاپور و بختیار بارها گفتن ایشون میتونن تشریف بیارن، برن در قم اونجا باشن، به ما گوش میکنیم بهشون. چیزی رو که پافشاری میکرد، سیاستی رو که پافشاری میکرد دکتر شاپور و بختیار در وهله اول، یعنی پایش بود، جدایی دین از دولت بود. ایشون معتقد بود همون زمان 34-35 سال پیش که اگر دین یا یک ایدئولوژی خاصی بخواهد در سیاست نفوذ بکنه و بخواد جایگاه داشته باشه، اون زمان البته اینجوری بود، البته ایشون من فکر میکنم خیلی پیشتر 30 سال جلوترش خونده بود که چه اتفاقی تو کشور ما خواهد افتاد. کتاباش هم امروز شما میخونید، مصاحباتش هم نگاه میکنید، شما ببینید که همه چی درست در اومده. روی این اصل پافشاری میکنه. مثلا دوم که شما این که آیا شاه هم همینی میگفت و خود دکتر شاپور بختیار هم همینی میگفت در اون زمان، بله، به دلیل اینکه شاپور بختیار معتقد بود بدون آزادی سیاسی و بدون آزادی مطبوعات و آزادی احزاب غیر ممکنه شما بتونین به اون دموکراسی و اون آزادی در به قول معروف بازار دست پیدا بکنید. این یکی از مسائلی بود که شاپور و بختیار روش فشار می آورد، به دایم همین صحبت رو انجام می داد. بله، سپاسگزار هستیم آقای فرد صابری عزیز، با سپاس بسیار از شما و با امید به اینکه در برنامه های آینده نیز با من و بینندگان تفسیر خبر باشید. نقطه ای اگر هست در کمتر از یک دقیقه میشنه. خواهش میکنم. منم از شما تشکر میکنم جناب چارنگی، امیدوارم که بتونیم به سوی اون صحبت هایی که دکتر شاپور بختیار در 34 سال پیش کردن، به سوی یک دولت ملی، واقعا ملی، ملی واقعی بریم و بتونیم کشور رو از این فلاکت نجات بدیم. با امید به آینده ای بهتر. با سپاس. و ما در خبرهای امروز یک خبر دیگر رو هم من دیدم، اینی که مذاکره با آقای خامنه‌ای برای نامگذاری سال آینده که گروه از این افرادی که در سازمان محیط زیست هستن و رهبرش هم و رئیسش هم خانم معصومه ابتکار هست که در اقدام تروریستی معروف اشغال سفارت آمریکا که میلیاردها دلار به ایران ضرر زد و وضعیت امروز هم میبینیم تا به کجا رسید، از اقدامات امثال خانم ابتکار بود. ایشون مسئول محیط زیست است، اومدن رفتن جلسه کردن که برن با رهبر جمهوری اسلامی صحبت کنن امسالو چه نامگذاری کنن. تصاویری رو که روی صفحه میبینید تصاویر تهران آلوده است، این تصاویر امروز منتشر شده، از توچال گرفته شده. یکی از مصوبات اینه که برن از رهبر بخوان که سال آینده توسط رهبری با پیگیری مسئولین در مبحث زیست سال مربوط به محیط زیست اعلام کنه رهبری. یعنی بیاد هوای آلوده رو میبینید در تهران، از توچال گرفته شده، این عکس‌ها منتشر شده.
یعنی سال خورشیدی آینده رو بیان سال محیط زیست رهبری اعلام کنه. سالی که داره در حال گذر هست رو مثل این سال حماسه اقتصادی اعلام کرده بود رهبر جمهوری اسلامی، که بسیار سال پربرکتی بود از نظر اقتصادی، حماسه های اقتصادی بسیار زیادی درش اتفاق افتاد. معروف ترین اون حماسه های اقتصادی همین حماسه آقای بابک زنجانی هست و بالای 80 میلیارد یورو، بالای 100 میلیارد دلار. حالا سال محیط زیست اگر بگذارن، همین یکی دو ست مولکول اکسیژن یا هر چی که هست در هوا هم فکر میکنم دیگه کم کم کمیاب بشه. اون حماسه اقتصادی بود، به اونجا رسید. محیط زیست به کجا خواهد رسید؟ به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی فردایی بهتر، آرزوی هوایی تازه برای همه مردم ایران، پایتخت نشینان، داشتن هوایی تازه ابتدایی ترین عنصر مورد نیاز انسانی که دریغ شده از او در ولایت فقیه، با ریاست مسئولیت های کسانی چون خانم معصومه ابتکار، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان، کوهساران دنا و کوهساران دراگ و آسماری و الوند کو و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، دلهایتان همواره شاد. Thank you.